ما میخواستیم شادی برنامه رو تقدیم کنیم، انقدری که اول طول کشید گفتیم بذاریم برای مرحله بعدی، یعنی بخش بعدی برنامه‌مون. قبل از اینکه مهمان عزیزمون رو و مهمان عزیز و بزرگمون رو، مهمان عزیز و بزرگ و قویمون رو دعوت بکنیم که تشریف بیارن به استودیو و معاشرتمون رو شروع بکنیم، میخوایم اول شادی برنامه رو تقدیم بکنیم. میذاشتی آخر برنامه میگفتی. الان میخواییم مشورت هامونو کردیم که جلو شما هی بحث نکنیم اینا، تکلیفش اینجوری شد، همه رو یادم رفت، سه تا شهر شد، اول مهدی شهر سمنان، بعد شد مسجد سلیمان و چاهبهار. مردم عزیز و درجه یک و قشنگ چاهبهار، مهدی شهر سمنان و مسجد سلیمان، این سه تا شهر. بعد گفتیم که مادر بزرگ ها، عمه ها، خاله ها، استقلالی ها، پرسپولیسی ها رو گفتیم یه شب، یه شب فقط گفتیم پرسپولیسی ها، کیا؟ حاجی ها، همه اونا که در زمینه و رشته خوانندگی فعالیت میکنن، بچه های بد سرپرست و بی سرپرست، راننده های تاکسی های اینترنتی، خوشحال شدی؟ بسه، عالی شد، به احترامشون بلند میشیم. بچه شادی داریم تقدیم میکنیم و بعد مایه بذاریم به افتخارتون. فرمایید ای خانم ها و آقایان، بعضی از آدم ها خودشون معرف یک رشتن، یک موضوعن، یک مفهومن، یک هنرن یا یک ورزشن. مثلا تقریبا همه ما با اسم جهان پهلوان تختی یاد کشتی میفتیم و کشتی ما رو یاد جهان پهلوان تختی میندازه، انگار که اولین بارها ماها کشتی رو لاغل تو بچگیمون هر کدومون با اسم ایشون شناختیم، این دوتا به هم وصل شدن. مهمان این بار خندوانه یک ورزشکار درجه یک خیلی باحاله که ورزشی رو میکنه که هنوز در ایران خیلی جا نیفتاده و شاید خیلی همون نمیشناسیمش، ولی خیلی ورزش مهم و بزرگی در جهان، خیلی مفصله و چند ساله که ما ایرونیا داریم ازش میشنویم و ایشون در این حرفه، در این رشته خیلی عالی عمل کرده و یه قهرمانه. خوبه که ازش خواهش کنیم بیا تو اصلا با رشتهش آشنا بشیم و بعد بشنویمش و حالا یه چیزی هم بگم، قطعا اسمش رو بشنوید، تصویرش رو ببینید، یه ویدیو میاد تو ذهنتون، یه ویدیو که فکر می‌کنم تقریبا همه دیدیم تو فضای مجازی، این ویدیو خیلی چرخیده. پس اساسی تشویقش میکنی، پس دعوت خیلیم جوونو با حالی، پس دعوت میکنم از جناب آقای امیرعلی اکبری. بفرمین امیر جان، بفرمین. سلام. سلام اونا چاکرین، یادتون اومد دیگه؟ و چقدر هیجان انگیز اون ویدیو،
خیلی چاکریم. حال احوال بکن بعد شروع کنیم گپ زدن. خدا منم سلام عرض دارم خدمت شما. چاکریم. همه حضور و همه بیننده‌های عزیز. مخلصم. خیلی خوش اومدی. سلامت. خوشحالم می‌بینمت. همچنین. یه ذره راجع به رشته ورزشیت، اسمش، ویژگیش، اصلا اینکه این چیه و اینا یه ذره برامون توضیح بده. این رشته اسمش MMA یعنی میکس مارشال آرتس، مجموع هنرهای رزمی. بله درسته. که چند ساله توی دنیا رو به رشد ترین رشته دنیاست و بیشترین ویوها رو می‌خوره تو دنیا. ولی خب توی ایران هنوز جا نیافتاده و چند سالیه که ما خب شروع کردیم به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنیم این رشته رو و یه چند وقته که به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنی؟ 4 ساله. 4 ساله. بله. خب که خدا رو شکر دعواشاش داره جا میفته، داره فرهنگ سازی میشه، از اون حالتی که مردم فکر می‌کردن این رشته دعواست و بی‌قانونه داره در میاد. داره فنای مخصوص خودش رو پیدا می‌کنه. حالا ان شاءالله که هر چی ما میریم جلوتر علاقمند به این رشته بیشتر میشه. حتماً همینطوره. کیا این ورزشو می‌شناسن؟ هنوز کم آقا. آره کمه. آره خب خیلی تازه است تو ایران. شما نمیشه شما همین فضلی؟ من شبیه اینو توی فامیلمون زیاد دارم. با هر چی دم دستشون میاد میزنن دیگه. مجموعه از همه ورزش ها مگه نیست؟ قابلمه مایتابه لگت نوشت. هر چی هست میزنن. ما تو فامیل زیاد داریم. و بگو که چه رشته هایی ترکیب شده توی این؟ کشتی. کشتی همینی که میشناسیم؟ تکنیک های کشتی، کیک باکس، جوجیتسو. جوجیتسو. بله جوجیتسو. و تو اول رشته چی بوده؟ من کشتی بودم. کشتی بوده. بعد وارد جوجیتسو شدی یا اصلا یهو تصمیم گرفتی ترکیب همه بندی؟ کشتی که اومدیم بیرون، خب وقتی شما این رشته رو تمرین می‌کنی، همه این رشته‌ها رو با هم تمرین می‌کنی. یعنی شما در هفته اگه 12 جلسه تمرین داری، 3 تاش بوکس، 3 تاش کشتی. در هفته چند جلسه تمرین داری؟ 12 جلسه. 7 روز چجوری؟ همش سر تمرینه دیگه. آره. به جز جمعه هر روز صبح باز دار. اوه. بعضی روزا هم که نزدیک مسابقه میشه 3 وعده میشه. ببخشید این بابا 3 وعده تمرین دیگه، این یه کار دیگه، این ورزش حرفه‌ایه. معلومه. و وقتی شما کار حرفه‌ای تو لول تاپ دنیا میکنی باید تمام زندگیت ورزشت باشه. دمت گرم. بعد اینکه الان شما این دو مرحله داری، یعنی تصورمو دارم میگم و دارم توضیح نمیدم. سواله. اینکه اول دوره اولش توی رینگ بوکس، درست میگم؟ بعد میره توی اون قفس؟ نه، مونده به چه سازمانی بازی کنی. بعضی سازمان‌ها مثل ژاپن استایلشون اینه که توی رینگ بوکس برگزار می‌کنن. بعضی جاها مثل روسیه، آمریکا یا کشورهای دیگه توی قفس، ولی اسم ورزش MMA و قانونش هم یکیه. هیچ فرقی نداره. فقط فرق. شکل محیطش. بله، شکل برگزاری. شکل برگزاریش که فرق داره. چه جالب. این جوجیتسو میشه توضیح بدیم؟ جوجیتسو رو توضیح بدیم؟ من نمی‌دونم. یه ذره راجع به آقا میشه توشک بندازیم من بهش؟ نظرم صرف نظر کن راجبش بخونی بهتره. یه ذره بگو جوجیتسو چجوریه؟ گرفتنیه؟ جوجیتسو فنهایی که توی خاک یا سرپا انجام میشه، یعنی تکنیک هاییه که خلاف مفصل و خفه کردن ها و کنترل هاییه که شما آسیب نبینی. مثلا شما میتونی نمیدونم بعضی تکنیک های شما دیدید که دست و خلاف مفصل میکشن و حریف اگه تب نکنه ممکنه که آسیب جدی ببینه. ولی خب وقتی شما این تکنیک ها رو یاد بگیری دیگه هم شما بدلش رو بلدی و من تکنیک رو یه مقدار رول خوردن با هم دیگه هر کی آماده تر باشه. اون ویدیوی با مبارزه امیر با اون آقای امریکایی، قول امریکایی رو دیدین دیگه؟ نه کیا ندیدن اونو؟ کیا اکثریت دیدن؟ داریم اون الان اینجا؟ آره اونو پیدا کنین الان پخش کنین لاغل اینجا ببینیم هممون با هم دیگه. او خیلی هیجان انگیز بود. اینکه اون انقدر کری خوند و تو هی صبوری کردی آقای گردی و بعد طرف و دیگه باره گردی، خیلی خیلی کیف داد برای همه ما. حالا کاری به اینکه اون امریکایی بود یا مال یه کشور دیگه بود واقعا کاری ندارم، الان ملیتی دارم نگاه نمی کنم. اینکه یه نفر برای ورزشکار مملکتمون اینجوری کری میخونه و تو اینقدر عالی از پسش برمیه، خیلی باحاله. این ورزش رو توصیه میکنی؟ آیا اینقدر خشن هست که بگی نه هیچ کس نره دنبالش؟ ببین این ورزش وقتی شما بیرون میبینی یه مقدار خشن به نظر میرسه. یه مقدار نه خیلی. خیلی. آره. ولی وقتی وارد این رشته میشی، اول اینکه خب رفته رفته بدن شما قوی میشه و آداپته میشه با این رشته و اینکه هر چی شما حرفه‌ای تر میشی آسیب دیدگیت کمتر میشه، عادت میکنی، یه جورایی برات آپدیت میشی هر روز به این با این رشته و وقتی داخلشی زیاد خطر نداره و باش عشق میکنی، یعنی باش زندگی میکنی، یعنی هر روزی که خوب تمرین میکنی، یه تکنیک جدید یاد میگیری، یه تمرین خوبی میکنی، اون روز یه روز عالیه برات.
یعنی مشتلق اگر میخونی حال میده اینجوری نه دقیقا همینه یعنی رفته رفته میزنن همون خش خش میخندن اینه جمع میشه میگن جمع شو اشاق خونه ما بزنیم پاره پوره کنیم هم دیگر رو بخندیم اصلا رو من حساب نکنیم واقعا نه اوضای مربی ها و سیستمی که دارن یاد میدن و دارن میپرورونن چطوره تو ایران؟ توی ایران هنوز زیاد جالب نیست به خاطر اینکه خب ما بک‌گراندی نداریم که مربی تکنیک رو یاد گرفته باشه که بخواد آموزش بده. ولی خب مربی رشته‌های مختلف مثل بوکس، کیک بوکس یه فیلم دیدن یا خودشون یه کلاسایی دیدن و یه چیزا یاد گرفتن و دارن آموزش میدن یواش یواش، ولی هنوز خیلی کار داریم که بخوایم به صورت جامع این رشته رو آموزش بدیم و ورزشگاه‌های حرفه‌ای دیگه رو تربیت کنیم. خیلی کار داریم. خیلی کار داریم. بله. اصلاً خود شما خارج دوره دیدین یا اینجا؟ من 3-4 سالی توی تایلند دوره دیدم. بله. جدیدنم به باشگاه سوئدی ملحق شدیم که با بهترین‌های دنیا داریم تمرین می‌کنیم. خب من چون کشتیگیر بودم و 15 سال کشتی گرفتم تو لول بالا، تقریباً 50% کارو بلد بودم. توی ایرانم با مربی بوکسم آقای استکی بهترین تمرینات بوکس رو داریم، یه تلفیق خوبی داره در میاد. دمت گرم، دمت گرم. من این رشته رو از طریق پسر عموم اولین بار شناختم که اون هلند این ورزش رو میکنه. بعد کانر رو خیلی شناختم، مکگریگور رو خیلی خیلی هم حال کردم، خیلی هم دوستش دارم فن اونم، و بعد تو، یعنی پسر عموم، کانر و تو. دمت گرم. آقای شاه حسینی اومدن یه سری سوال میپرسن، آقای امیر فضلی هم جواب بدن. نه من آقا فکر کنم آخرش من آقای فضلی درگیری اینجا بخواه. نه خدا نکنه، هر جنگ به نظرم من از اون لا برو بیرون، برو اون بر زنی زنی من ارتش بیاد، چون با پولیسینا به پسرم کارم را نمیفته. خب من ترتش دیگه من چجوری بپرسم؟ یک دو تو شرکت میکنی؟ هرچی هم بفرمان. یک دو سه. بله چشم. پس آقای امیر فضلی تمنا می‌کنم سه تا مترادف گروه رو بگین. سوالا رو بعد جواب بدیم به نوبت. میشه رامبو شروع کنیم؟ از من شروع کن. به نوبت بعد جواب بدیم. 5 ثانیه هم وقت داریم. همه سوالام جوابش سه تاییه. 5 ثانیه رو بده. اینجوری 5 ثانیه این بنگ یعنی 5 ثانیه تموم شد. برو بریم. آقای جوان شما سه تا مترادف گروه. بله؟ سه تا مترادف گروه. تیم؟ بله. تو پاپا تاکاتا آقا سه تا ابزار نقاشی لطفاً نام ببرید. تابلو، قلمو، رنگ. آیا این فضیل سه نوع قلات؟ ذره، تخمه، لپه. آقا جمعا سه تا از صادرات غیر نفتی ایرانی؟ زعفرون، فرش، پسته. آیا این فضیل سه نوع ادویه لطفاً؟ فلفل، زردچوبه، نمک. آیا این فضی سه تا حیوان شاخدار نام ببرین؟ گاو، کرگدن، بوفالو. آیا جوان سه تا پرنده گوشخوار نام ببرین؟ کرکس، عقاب، شاهین. آیا میادی سه تا شهر کویری ایران نام ببرین؟ یزد، کرمان، اصفهان. نه. آیا این فضی سه تا حیوان یالدار؟ یال، اسب، گورخر و شتر. آقای جوان سه تا کشور آفریقایی. شطور مگه یال داره؟ شطور یال داره؟ یال اونی عزیز مگه یه جوری برمیگردی نشون میدی؟ موی انگار الان من داریم این شطور رو میبینی و میگه اینها یالش. چه جوری میگی شطور یال داره؟ آقا موی که از اینجا بیاد تا اینجا میشه یال. آقا اون کوهان شطور داره؟ نه اون کوهان اینجاست. آقا یه ردیف خیلی جمع جور داره. نه باشه میپذیریم. خب آقای جوان سه تا کشور آفریقایی نام ببرین. کامبوج. ای بابا کامبوج هم خودش اصلا اونجا نیست، کامبوج این بره. سه تا فوتبالیست رنگین پوست. رنگین پوست سیاه غیر سفید پوست سیاه بگو. درگوا، تیام و آقای امیر فضلی. سه تا حیوان کوهی. هرچی حیوانه میافته به ما بابا وایسا. خب آی جوان سه نوع درخت نام ببرین لطفا. سنوبر، سرو، کاج. سه تا شاعر معاصر لطفا. آی امیر فضلی سه تا فیلم جنگی نام ببرین که توش حیوان باشه. سرباز رایان، لیلی با من است، اخراجی. کجا؟ اخراجی ها. آها. آی جوان سه تا کشور که با الف شروع بشن. آلمان، ایران، استرالیا.
بله. این سالو سه تا میوه‌ای که در غذا استفاده میشن، یعنی سه تا میوه که در غذا هم استفاده میشن. زردالو، آلبالو، آلو. به سه تا ماه تقویم که با الف شروع بشن آیا میفهمید؟ آبان، آذر، اردیبهشت. آخرین سال آقای جوان، سه تا واحد پولی در جهان نام ببرین لطفا. یوان، یورو، دلار. سه تا نسبت فامیلی نسبی نام ببرین لطفا. دایی خاله عمه تقلب رسون. سه تا دریاچه نام ببرین آقای امیر فضل. دریاچه سوان، دریاچه ارومیه، دریاچه اون جنوب. کجا؟ آخرین چی گفتی؟ خزر. نه خزر نه. جان من چی گفتی آخری؟ اول نه نه. چی؟ آخری چی گفتی؟ ارومیه آرومیه آمو. نگفتی نه؟ گفتی؟ خیلی خوب. چند شدی؟ شیش مورد آقای امیر فضلی؟ چهار مورد اکبری؟ پنج مورد رام بود. امیر فضلی برد. آیا اکبری هم میگن پنج مورد گفته؟ چی؟ میگن آیا اکبری هم پنج مورد گفته؟ ولی خب درسته آیا امیر. پنج شیش. ما دوتا مساوی شدیم. تقسیم باید بکنیم. پول میگی؟ آره ببین اینا پولای علکی هن. تو در طول الان مثلا دو دقیقه زمان میدیم. من همجور با تو حرف میزنم. جواب منو باید بدی. خب ادا در نیاری جواب منو بدی. باید جواب منو بدی. اگه درست شمردی با 10% اشتباه این پول میشه مال تو. اینا چند تا سقا؟ نمیدونم. بعد قراقاتی هم هست. یعنی 500 تومانی توشه، 5000ی هم هست، 1000ی هست، 2000ی هم هست. یه چیز اصلا. باید بگم که 5000 تومانی. آره تو باید اینو بشوری. بگو نمیخوام جایزه بدم دیگه. چی؟ نمیخوام جایزه. نه اصلا نکته. اگه درست شمردی با این بستنی میخریم. برای هممون. خب. امیر بگو که دلت میخواد با کی مبارزه بکنی. خیلی دلت میخواد مبارزه بکنی. کی؟ براک لزنر. براک لزنر کجایی؟ 27 آمریکایی. آمریکایی 31 و 500 34 36 تا 36 تا 38 و 500 36 منهای 2 39 و 500 36 منهای 2 41 و 500 41 و 500 منهای 36 این خیلی خوب داره جواب میده. چی شد؟ برو بجو دو دقیقه وقت داری. آقا تا اینجا شمرده بودم 36 و 500. و بگو که اگر که تو تا چند سالگی میتونی به این مسابقه خودت ادامه بدی؟ 20 تا همه خدا بخواد 25 جوابی آقا نه تا چند سالگی 38 و 500 38 و 500 تو همین خنده داره میشموره. 36 36 36 پوله تأثیر گذاشتی رو بگم سلامتی خدا بره. آره جدی بعدا همه دارم میخواهم در اون لا میشموره. 47 52 54 56 57 59. از چند سالگی شروع به کار کردی؟ اینو بذارم اون ور. چند سالت بود اولین بار ورزش شروع کردی؟ 10 سال 59. 10 سالت بود؟ الان چند سالته؟ 60 60 سالت؟ 60 30 سالت؟ این 60 بود. چه خوب مونده. 62 بریم MMA کار کنیم ببین چقدر جوون و سرحال. 65 70 خیلی خوب دو دقیقه تموم شد. بده من دست بزنیم بعد. آه اون داره؟ اون دو دقیقه رو داره. بشمار 80 آقا نمیذاری چه آقا بذار به کارش برسه دیگه آقا چی کارش داشت؟ آره. 81 و این که واقعا الان پیرترین ورزشکاری که در MMA بازی میکنه چند سالشه؟ 43 سالشه. کیه؟ مارک هانت. کجاییه؟ 86 استرالیا. متشکرم. این 86 آقا این هم 45 شد. راست میگه؟ 86 45 چه میشه؟ 131. آماده بشمارم ببینم چطوره. 1 3 5 6 7 91 92 93 94 94 99 104 109 114 119 131 و 500
آقا بستنی رو بگیر. نابغه است پسره. آفرین. دمت گرم. چه کار؟ چقدر دقیق. ماشاءالله بهت. تمرکز تو حرفه تو خیلی لازمه. خیلی زیاد. خیلی. خیلی زیاد. چه تمرینی میکنین برای تمرکز؟ ببین تمرین خاص که شما بیشترین تمرکز روی اومدن مشته، یعنی دفاع مشته. خب. انقدر این کارو تکرار میکنی شاید توی زیر نیم ثانیه طرف به تو دو تا مشت بزنه، ولی تو ما با جفتشو ببینی و دفاع کنی. واه. زیر نیم ثانیه دو تا مشت. ممکنه تو یه ثانیه سه تا مشت بهت بزنه که شما تو اون یک ثانیه هم باید ببینی، هم باید فکر کنی که چه دفاعی براش بکنی، یا بلاک کنی، رد کنی. آره که تازه به همه تام نریزه که اون مشت موقعیت جدید پیدا بکنه. خاطر اینکه تمرکز و سرعت یکی از چیزایی که میتونه الان راجع به تمرکز ازت میپرسم اینه که تو وقتی تمرین زیاد میکنی، وقتی میفتی تو فشار، تو بخش فشار، از اینجا به بعد تمرکز روی تمرین و بدنت و ذهنته که باعث میشه بتونی تو بیشتر ادامه بدی، تحملتو بالا ببری. فرق آدمای خاص که قهرمان میشن با آدمهای معمولی تو اینه که مغزشون خیلی کنترل میکنه. شما وقتی به یه جایی میرسی که بدنت خسته و کوفته است و صبح نمیتونی از جات پاشی، دیگه بدنت استاپه. اونجا مغزته که فرمان میده که شما چی میخوای و چقدر باید براش تلاش کنی و ادامه میدی و ادامه میدی. آسیب میبینی، میبینی تاندون دستت پاره است، دستت شکسته، ربات پاره کردی، ولی این مغزه فرمان میده که شما این راهو باید بری و میری و باید بری. وقتی یه چیزی رو ته دلت میخوای باید براش تاوان بدی. خیلی نکته درست و مهم و بزرگی. بگو یه بار دیگه، اگه چیزی رو میخوای باید براش تاوان بدی. باید تاوانش رو بدی. تاوان اون کارو باید بدی. و تاوان نمیشه. الکی به دست نمیاد. هیچ چیزی تو هیچ رشته‌ای الکی به دست نمیاد، ولی توی ورزش شما سختی‌ها رو میبینی. کوفتگی بدن، آسیب دیدگی، شب زود خوابیدن، صبح زود پا شدن، هر روز میبینی ولی خب تو ورزش رو نمیبینی. شما مثلا یه ریاضیدان یا میبینی مثلا 20 ساعت داره فکر میکنه یه مسئله حل کنه، شما نمیبینی ولی ورزشکار رو میبینی. ولی همه این آدم های خاص مغز قوی دارن. اسم اون ورزشکار MMA که گفتی دلت میخواد باهاش مبارزه بکنی؟ براک لزنر. گفتی امریکاییه و اون خیلی خوبه؟ خیلی خوب بود، الان هم خیلی معروفه توی آمریکا. خب من چند بار چلنجش کردم که باش بازی کنم ولی خب جواب نمیده. آها. روش دوم به تله نده. این روشتون چجوریه؟ باید همدیگر رو دعوت به مبارزه بکنی؟ شما توی سازمانی قرارداد میبندی و اون سازمان برات بازی ها رو میچینه، ولی خب به یه جایی میرسه شما دوست داری با یه فایتر خیلی قوی یا یه معروف بازی کنی. آره. شما چلنجش میکنی، میگی من میخوام با تو فایت کنم، جواب بده. اگه اون حریفم بخواد و بدونه که میتونه با شما بازی کنه جواب میده، ولی یه جایی هست مثل الان حریف جواب نمیده. من دوست نداره با بازی کنم فعلا. ترسیده. همین خیلی هم درآمدزاست نه؟ رشته اصولا درآمدزاییه. همین ورزشکاری که شما بهش علاقه دارید سال گذشته فکر می‌کنم 150 میلیون دلار درآمد داشته. تو یه شب 100 میلیون دلار. نه. ولی خب این خیلی تاپ لوله، ولی خب ورزشکارهای پایین‌ترش هم سالی 4 5 میلیون، 10 میلیون، 12 میلیون. تو رسیدی به این لول؟ هنوز نه. خب یه سری مشکلات هست که هنوز ما نتونستیم با اون لیگی که دلمون میخواد قرارداد ببندیم، به توافق برسیم. ولی خب باید تهش تسلیم این قضیه بشن دیگه، نمیتونن که. آره. منکر ورزشکاری مثل تو که نمیشه شد. بریم بیایم و بگیم جناب خانم بهمون اضافه شه. ببینیم اون راجب امین چه چیزایی بهمون میگه. و بخاطر ویدیو رو پیدا کردی؟ میتونیم ببینیم؟ بچه ها برگردین این بریم. ماشاءالله ماشاءالله. آف آف آف. خوبه بعد میگه یه ورزش یکم خشنی. یارو کمودو بکن تو چرخ گوش.
من هنوز یه سوال برام پیش اومده اون آقایی که اونجوری موش میخورد تو دکی دهنش و دماغ شکسته اینا اون حال میکرد؟ فرصت نداد خنده هاش بیاد زیاد جوابی ندارم برای سوالت. من کلن متوجه نشدم. نه همون بهتر که متوجه نشدم. آره واقعا اصلا تصویر تو با این ورزش جور در نمیاد. مال من هم همینطورا. ولی تو که اصلا اینجوری با این کچل اصلا اینجوری بید. بریم بیان بریم بیان جناب خان به اون اضافه شه. برو بریم. یک دو سه بریم بیان. عزیزای دل من، قشنگای من، خیلی مخلصم، خیلی چاکرم. آیا دفعات قبل، یعنی در سه قسمت هفته گذشته براتون تعریف کردم که ایوا چیست؟ تعریف نکردم؟ اصلا ایوا رو گفتم؟ نگفتم؟ نگفتم ایوا یکی از کاملترین اپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخته؟ نگفتم؟ نگفتم که هفته ای سه تا جایزه 10 میلیون تومانی میده بهتون برای اگر که تراکنش کنید و عضوش باشید و اینها؟ نگفتم این میشه؟ نگفتم که یه تقلب بهتون نرسوندم؟ گفتم که اگر روی پروفایل خود اپلیکیشن ایواتون اگر اون نشان خنده، آیکون خنده رو استفاده لبخند رو استفاده بکنید اگر جایزه رو ببرید به جای 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان بهتون جایزه میده؟ نه اینو نگفتم که همین الان اگه تراکنش کنیم توی قرعه کشی شرکت داده میشیم. ای بابا مگه میشه؟ ولم کن. همه رو گفتم یادم. اینو نگفتم که میتونین همین الان برای خودتون و دیگران شارژ بخرین برای گوشیتون، خطتون، حتی شارژ 1000 تومانی. نگو. گفتم اینو نگفتم که میتونید همین الان میتونید این کار بکنید. عدد یک رو برای اپلیکیشن دانلود کردنش، عدد یک رو به 2444 ارسال بکنید، لینک میاد براتون، میتونید دانلودش بکنید، نصبش کنید. گفتم عزیزم، گفتم همه اینا رو. اینم حتی یادم گفتم که برای تماشای مراسم قرعه کشی که داره انجام میشه میتونید از خود شبکه اجتماعی ایوا یا خود اپلیکیشن استفاده بکنید و این خیلی باحاله. توجه بکنید. حالا اونا رو که گفته بودم میدونم، حالا بگی نگفتی. یه چیزم الان میخوام بگم، بعدن میپرسم. واردش میشین، وارد خود صفحه یه اپلیکیشن میشین، اون وسط یه دونه زده یه ستاره داره، دینگ دینگ دینگ، اینجا اطلاعاتش نشونتون میده. اون رو بزنین، وضعیت شما رو نشون میده که چقدر امتیاز به دست آوردین، چیکار کردین، شانساتون چقدره و فلان و فلان. همه اینا رو با هم دیگه میبینیم. پس بجنبید، عدد یک رو به 2444 ارسال بکنید و ای وا رو برای خودتون نصب بکنید. همه رو گفته بودم یادم هم. امیرعلی اکبری قهرمان اینجاست.
جناب خانم بهمون اضافه شد. جناب خانم این چه کاریه؟ رامبورد آرومه؟ امین؟ آروم نشسته الان کار خاصی نمی کنه؟ نه نه نشسته. پرچم سفید رو دید؟ آره دیدی؟ فهمید ما مشکلی باش نداریم؟ آره آره نه بابا کاملا توجیه شده؟ نه نه اومدنی ما چماق اومده بود تو. اومدنی با چماق اومدی تو؟ مبهب جد و آوازم بخندم امشب با چماق بیام. عزیزه دلم چرا همچین کاری کردی؟ رامبود تو مگه نمیدونستی کی داره میاد؟ چرا اتفاقا چون میدونستی؟ رامبود امنه بیام بالا؟ از خودش بزن با. میگه امنه میگه امنه. سلام امیر علی جان نوکرتم سلامت باشی. رامبود در همین ابتدا میخوام از ته دل یک آهنگ رو با عشق و تسلیم به آقای امیرعلی تقدیم کنم. چیه بخونم؟ تقدیم کنم؟ بفرمایید. باشه وای. حالا غلط کردیم غلط کردیم غلط کردیم که میخندیم یه وقت نیایی برامون غلط کردیم ما بیچاره یالله ما آواره تو یقمونه نکنی یه وقت باره بازم ما تکرار میکنیم غلط کردیم برای بار چندم هم غلط کردیم امیرعلی اکبری جون غلط کردیم همه با هم امیرعلی اکبری جون غلط کردیم جان غلط کردیم ماشاءالله امیرعلی اکبری جون غلط کردیم با عشق با عشق یک آهنگی خوند که بهت بگه ازت معذرت میخوام. امیر علی جان البته شما امیر علی اکبری هستی درسته؟ آره. امیر علی اکبریه امیر... چی؟ هم داره آخرش؟ نه امیر علی اکبری. آره. خوی دست با همه وجود برای امیر علی اکبری. رامبو جان رامبود بله یه لحظه میشه بیه قربونت برم بله ببخشید رامبود جان یه دمنوش درست کردم برای چی؟ گل گاو زبونه با سنبولتی با لیمو امانی هر وقت احساس کردی یه کم دار مثلا اصلا چی سریع گلو بده بخور چرا بعد اخه عصبانی بشی؟ نه میدونم کلی دارم میگم میگم حس کردی ابروهاش رفت و هم یه گلو بش بده باشه 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 به اعصابت مسل آخه تو ببین الکی که آدم نه. عجیب غریبی نیستی نه در میدونم برای احتیاط دارم میگم میدرسی؟ مگه ندیدی ای کچل آمریکایی چی شد؟ آخه شما بهش گفتی این ورزش خشنه؟ خب گفت یه کوچولو از بیرون خشن به نظر میاد. راست میگه گفت یه کوچولو از بیرون خشن به نظر میاد. طرف انداخته تو رینگ با مش افتاده به رفتارش میگه یه کوچولو خشه طرف 11 سال رفت تو کما ببر این مجنون بهش بده اونجا دم دستت باشه رامبو جان این چماق هم قربونت برم پیشت باشه آره یه وقت اگه دیدی کار از کار گذشت یه سوت بزن مو بیام عزیز دلم میدونم من و تو و همه با این چماغ و 10 تا چماغ دیگه به نظرم کاری از پیش نمیبریم میدونم بی خیال شد نذار نیاریم ولی تو آخرین نفس میجنگی میدونم میترسم اصلا آخرین نفس همون اولین نفس باشه اینم میدونم ولی چه بخ غلط کردیم دیگه بیا رامبو جان دستت باشه عزیز دلم ول کن الان اینو چی میاری وسط؟ میدونی که میاری اینو رو اینا یهو میبینی اعصابش به هم میریزه نکن البته این خبرام نیست کوکا با خودم هم تو ام ام ای بودم چی بیا ببینم تو بله تو کجا تو ام ام ای ام ام ای ام ام ای میدونی مخففه چیه بگو میکس مارشال آرتس درسته بله درسته میدونی مت تو ام ام ای بودم میام میبافمت آ ام ام ای ام ام ای بله میام میبافمت آه بله کم نیار دارومت خیلی خوب سبکش فرق میکنه آقا بله 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 تو بازیش دیدی؟ ترکیب دعوای کشتی فرهنگی و جوجیتسو آفرین جان جان میبرم اونجا سلامت باش شاکرتون برمون آره راست میگه این جمله که گفت از بیرون یه ذره بفرمی رامبوس بله برمونه برم تو محضردار آشنا سراغ داری؟ بله
بعد برنامه شمارش بهم بده. چشم. وصیت‌نامه تنظیم کردم. یه امضا فقط میخوام. برم امضا که بکنم. چرا چی شد؟ گفتم شو از زنده نرم بیرون از این برنامه امشب. چرا؟ حالا نمیدونم چرا. تو مگه کاری کردی؟ بیا بالا، بیا بالا. چی؟ نه. نه نه همین. جان رامبد یه دقیقه گوش کن. نه به جون خودم رامبد. چی از دهنت در رفته؟ غلط بکنم چی از دهنم در بره؟ یعنی یهو ممکنه بهش گفتی میام میبافمت؟ نه، مو یک اشتباهی، مو میخواستم به نام چالش کنم. خب دستم کنترل آلت شیفت اشتباه گرفتم. امیر چالش کردم. وای. یعنی تو ببین یعنی تو امیرو به مبارزه در دعوت کردی؟ مو شکر خوردم اینجا اعلام می‌کنم. آقا نکنی کارو. کنترل آلت از همین تریبون اعلام میکنم. رو کنترل آلت پدر و مادرها دقت داشته باشن که بچه هاشون با دقت بیشتری کار کنن. حلال کنید. سلام. آره واقعا. نه منم از طرف جناب خان از شما عذرخواهی میکنم. مخلص شما. بگو که تو واقعا کنترل اعصاب چطوره؟ یعنی مثلا تو خیابون یه وقت یه کسی بهت یه چیزی بگه و اینا چیکار میکنی؟ نقولم بود شما وقتی یه ورزش حرفه‌ای میکنی، اونم رزمی و ام ام ای که انقدر سنگینه، انقدر توی باشگاه تخلیه میشی. وقتی شما یا 20 راند کیسه میزنی میشه 60 دقیقه مشت زدن، یا یه دفعه 30 دقیقه اسپارینگ میکنی با حریف فمینیت، دیگه نایی نمیمونه برات که بخوای بیرون باشگاه بخوای با کسی دعوا کنی، درگیری بشی. و اینکه اصلا شما به یه جایی از لحاظ معرفتی میرسی که هیچ وقت به خودت اجازه نمیدی کسی که ورزشکار نیست رو بخوای مورد شرط مصدر قرار بدی. آره. جناب خان میدونی اسپارینگ چیه؟ غلط بکنم. هر چی شما بگی. چیه بگو بهمون. تمرین ام ام ای ولی خب با لول پایین‌تر و با حفاظ. آها. بهش میگن کاملا تمرینی. تمرینی. آره. ضرب و شتم تمرینی بهش میگن اسپارینگ. آره. دست شما درد نکنه. برای تمیشون درد نکنه. بخور گوش بشه به تنه. راحت. آقا بفرمایید. مرسی. هر جو از عصبان که یکی به خوابون زیر گوش رام بود از نظر موش اشکالی نداشت. یکی از شما بخور، یکی از دیوار. اونا که موافقن دست بزن خواهش. بابا عجب بی‌معرفتی هستید. بنده بزنه چرا آخی؟ چرا من بعد امیر یه دونه بخوابونه زیر گوش من؟ باری کلا دست میزنی نه؟ عزیزای من ایشون میرن و من با شماها میمونم. ببینم کی از این در بیرون میره. همه درها رو قفل میکنم. بعد تا صبح وادارتون میکنم بخندین. قش 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 قش. رامبور تمرین خنده کنین ها. مو عجیب کارهای امیر دنبال میکنم. شما ما اصلا هم رفته بودی درسته؟ با احسان علی خانی. با اجازهت. چاک مو اصلا نمیتونم تصور کنم. فکر کنم اصلا مو احسان علی خانی. خب؟ صد تو امیر جان اون لحظه که با مشت زدی تو صورت طرف، دندوناش آسیاب کردی ریختی تو دهنش، مادرشو به عزاش نشوندی، اون لحظه چه احساسی داشتی؟ اصلا این تو کتمو نمیره واقعا. چه بود؟ محسن چطوری گذشت واقعا؟ بگو برامونی که. بگو محسن چطور گذشت؟ برنامه خیلی خوبی بود محسن با آقا علی خانی، ولی خب اصلا به ام ام ای نرسیدیم. ما اصلا یه بیوگرافی دادیم از بچگی تا موقعی که ام ام ای رو شروع کردیم، ولی خب اینجا فرصت شد راجع به ام ام ای هم صحبت کردیم. باشه. دمت گرم. تو لقب هم داری؟ من لقب ندارم. هیچ وقتم برای خودم لقب انتخاب نمی‌کنم، چون اصلا فکر می‌کنم چیز بدیه که آدم خودشو به خودش لقب بده. من ترجیح میدم مردم اون چیزی که دوست دارن صدا کنن. یعنی اگه قرار باشه با یه اسمی یا لقبی صدا می‌کنم، مردم برام انتخاب کنن نه خودم. میفهمم. مرد مردان جدی دارم. چی برای شما؟ شیر شیران مرد مردان. شیر شیران مرد مردان زیاد نیست انقدر. ولی قشنگه. ولی قشنگه. رامبد جان تحقیق کردم، جستجو کردم، عکس 3-4 تا از رقبای امیر در آوردم. اجازه داریم رو اسکرین پخشش کنیم براتون؟ باربو جان عکس اول والنتین مولدوفسکی از روسیه. چقدر زایشی که هسته. خوب افتاده تو عکس. خیلی. عکس دوم خواهش میکنم میرکو فیلیپوویچ. مسکرم عکس های شخصیشون رو پیدا کن. هیس هرینگ و
معروف به اسب دیوانه تگزاس. پخش کنید. پخش کنید. این عکسشه. هیز هرینگ اسب دیوانه تگزاس رام بود. آره. عکس چهارم خواهش میکنم. ایوا. اینو دیگه کامل بافته. اسمش نتونستم پیدا کنم. یه آدم بوده. بافتتش شده این. کامل تو رینگ بافته ای در اومده از تو. چقدر تمیز و یه دست بافته. خیلی. دو تا زیر یکی رو. آره کامل. آره آره آفر. خوش سلیقه بود. آره. رامبود. ها تزیینش هم کرده جان. ما هم خودم لقب دارم و مثل اسب دیوانه تگزاس. چیه بگو؟ ما هم لقب داشتم اونجا تو جنوب. به هم میگفتن یابوی دیوانه احلام. خیابون مثلا چطوری یابو؟ چطوری یابو؟ این چه لقب ناجوریه؟ بله قبول دارم، قبول دارم، ناجوریه. خب اجازه نمیداد اینجوری صدات کنن؟ اجازه ندادم، نه نه. آفرین. ولی اونا کاری به اجازه مون نداد. اونا صدا میکردن. اونا میگفتن بله. آره، اونا صدا میکردن. آره ببین یه چند تا تیتر خبری داری در موردت وجود داره که من بخونمشون؟ راجبشون توضیح بده. گفتی که برای یک دقیقه مبارزه به اندازه طلای المپیک پول گرفتم. درست. بگو. خب این درآمد توی این رشته حرفه‌ایه و متاسفانه جایزه های ورزشکارای المپیکی ما خیلی کمه. یعنی من درآمد زیادی از این رشته هنوز ندارم ولی متاسفانه به ورزشکارای ما خیلی کم میرسن. و اینه که متاسفانه یه تو هنوز به درآمد بزرگی نرسیدی ولی منظورت اینه که با یه دقیقه این از طلای بچه‌های المپیک هم بیشتر گرفتی. دقیقاً. یعنی به اونا هیچی داده نمیشه. دقیقاً همینطوره. متاسفانه بعد از تازه اگه قهرمان المپیک بشن یه جایزه خیلی ناچیزی بهشون داده میشه و بعدم رها میشن. چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر مسئولیت و مدیریت نسبت به این موضوع کمرنگ عمل میکنه؟ به خاطر اینکه آقای رامبد هیچ کس در جای خودش نیست. اگه من الان با این تخصصی که دارم بذارم به عنوان رئیسی پادگان چه افتضاحی به بار میاد؟ قطعا نمیتونم کنترلش کنم. وقتی آدمایی که تخصص ورزشی ندارن و میان تمام مدیریت های ورزشی رو میگیرن، اکثرا مدیرای خارجی هستن که اصلا ورزش نکردن و نه ورزشکار رو میشناسن نه ورزشو، قطعا اینجوری میشه که قهرمان های المپیک ما توی شهرهاشون توی شهرستانهاشون ولن و یه عده کسایی که اصلا ورزش نکردن مدیرای ورزشی ما. متاسفم. جمله اینه: مبارز ایرانی بر اسب دیوانه تگزاس و به نیمه نهایی گرند پری ژاپن رسید. هیز هرینگ زده بود بافته بود. این مسابقه سال 2016 بود که یه تورنمنت بود از تمام دنیا. فایترها و قهرمانای سازمانهای مختلف رو جمع کردن و علاوه من و یک کشتیگیر سوموکار که برای خود ژاپنه. بله و یک کشتیگیر که من بودم و 14 تا قهرمان مختلف کشورهای مختلف. 16 نفر بودیم. یه فایت 3 ماه قبلش کردیم و 3 تا فایت توی 2 روز که من آخرین بازی هیترینگ رو بردم به فینال رسیدم ولی متأسفانه فینال رو باختم ولی به شدت آسیب دیده بودم. اوه. طوری که قبل از بازی به من مورفین و کورتیزول تزریق کردن که بتونم درد پامو تحمل کنم بازی کنم و همون مورفین و کورتیزول باعث شد که خیلی زود با اولین مش ناکوت بشم. میرکو فیلیپوویچ بود دیگه ها؟ بله. تنها باخت من همون بازی بود که میرکو نامن. شاید اگه دور اول بهش می‌خوردم خیلی بهتر بازی می‌کردم با اینکه فایتر خیلی قوی بود ولی خب ولی اسبه خوب رو پیشام بود. توی عکس نگاه کن دقیق مشخص پشت نگاه کن. آره. تمام دنده‌های اسبه خرد شد نگاه کن. آره آره. نعل نمونده براش اصلا. آره. بیچاره. این چجوری می‌خواد سواری بده دیگه اصلا؟ دیگه چی نابود شده شقش کرده رفت. چارنل سادم بعیده بتونه. آره نه آره چارنل یورتمش هم نمیتونه بگه. یه شی هم همونجوری وسط کشید و نمیدونم. آقای شاه حسینی ببخش یه سوال دارم موام جان. میگم امیر جان یه موقع مثلا میری نون بگیری درست قهرمانه ولی ممکنه بره نون بگیره. خب تو صفحه نون یه بند خدا ناآگاهی یهو میزنه تو صف. میخوام ببینم برای اون مرحوم چه اتفاقی میفته در اون لحظه. خیلی جا این اتفاقا برای من میفته. خب خیلی من نمیشناسم و اینا تو قطعه چند معمولا دفع میشن. حتی تو صف بنزین که معمولا اتفاق نمیفته برای من افتاده ولی خب
من هیچ وقت واقعا، یعنی اصلا برای من ننگه که دست رو مردم خودمون بلند کنم. من بزرگترین آرزوم اینه که افتخار کسب کنم برای مردم کشورم. من که بخوام. حالا احتیاطاً رام بود ببخش، این دفترچه ما رو یه لحظه بده به امیر جان. ببین امیر، اگر که برعکسش مثلا فکر کن که یهو ببینی توی خیابونی تو جایی یه مظلومی در معرض ظلم قرار گرفته، چیکار کنه؟ ببرم با خودم؟ بله پیشت باشه. حالا میدونم خونت به جوش میاد. نه چرا؟ هممون به جوش میاد. چی بود سوال؟ که یهو ببینی یه فرد مظلومی یهو مورد خشونت یا ظلم یه آدمایی قرار گرفته. فکر میکنم هممون، یعنی مرام انسانی اینو. آره هممون. که یه خون آدم به جوش بیاد. خدا کنه تو هیچ وقت اون تو اونجا نباشی. بیچاره اون ظالم در اون لحظه. آره واقعا اصلا تبدیل به مظلوم میشه. درجا جاش عوض میشه. چی کار باید بکنم با این؟ یه لیست کوچولویه ما آماده کردم، دو سه سال جمع کردم. خب بچا اگه لطف کنین پیش امیر جان باشه. خب. تا عید لطف کنین با اسم و آدرس هم هست اینا رو بزنین برام، ممنون میشم. یعنی چی؟ یه سری اسم و آدرس دادی بزنتشون؟ ما اگر تا قبل از عید بشه اینا رو جمع و جور کنین ممنون میشم. زده وحید فامیلیشو فلان فوق آزاده. بله فوق آزاده. آدرس نوشتم. بله شهر فلان. بله بله امیر سلطان احمدی که رفیقمونه. میدونم یه مش تو دماغش فقط لطف کنن اگر که. بعد آدرس رو اینا داده، بعد زده ادامه در صفحه و چه خبره؟ 34 نفر هستن، ممنون میشم. امیر جان واقعا لطف میکنی که یه جوری بزنی که مادرشون به عزاشون بشینه. ممنون. سلام علیکم. یه لحظه اجازه بدیم بخونم براتون. من میخونم اینا. خواهش میکنم. خواهش. محمود نسیمی. بله بله اینو حتما دوست دارم که این که رفیق خودت. میدونم میشه. میدونم ولی به هر حال دلیل پشتش خوابیده. کریم باقری. یه بار کریم باقری ما شیراز بودیم. یه شوتی اوسط زمین از 40 متری زد رفت کنم تو فجر، گل فجر سپاس. این رو دل ما مونده. یه کوچولو فقط با آقا کریم، یه کوچولو. آره بله بله. یه دست برای کریم باقری خواستی. محمد جلالی جعفرپور. بله بله از دوستای قدیمیه اینا. همین آدرس لندن. بله بله یه تو که با جا به جا بشه مسابقات. امیر میرزایی تهران. بله بله بله. حامد ذبیحی. بله بله. حامد هم که رفیقمونه. که میدونم یه جوری بزن دستاش از کار بیفته. محمد بهرانی. بله یه جوری بزن نفسش بالا نیاد. سون. بله بله. سون چی؟ سون مینگیله که هیوند مین. آره ای تو کره است. آدرس کره جنوبی. اینو تو تعطیلات لطفاً اگه ممکنه بهش رسید. چرا جناب خانم کره یه باید بزنن؟ بزن بره بابا بحث نکن. برای شما که کاری نداره. شینزو آبه. بله بله شینزو آبه. آبشه های ژاپنه. آدرس ژاپن، توکیو، میدان آکیهیتو، خیابان چیزی ژاپن. دقیق نوشتم که شینزو خاکه رو نزنید چون شینزو خاکه، فامیلی همسایه شینزو آب است ولی با خاکه کاری نداره. اسم آخر رو رامبد جوان. اوف اوف. اینو گذاشتم با همین شروع کنین اگه ممکنه. یه مشت کوچولو وجدانن تو بازوش بزن جانمو. نه آروم آروم یه دونه رامبد. مگه تو رزمیکار نیستی؟ برو از ده میشماری میان پایین. ده نو بیخود بیخود رفیق با من با من رفیقه. پنج چار سه دو یلا. من یه چیز بگم. یه چیز بگه. میگن یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به رفیقت. اولی مشت رو بزنیم به جناب خان. یه جوالدوز به خودت بزن یه سوزن به رفیقت. اولی مشت به جناب خان. عزیزم جوالدوز رو میخواد به شما بزنه. ای توف توی زندگی که هرچی جوالدوز بود خورد به ما واقعا. عزیزم میخوام بهت کتاب هدیه بدم. خاطرات سفیر. نویسنده نیلوفر شادمهری. چاپ 29م. عزیزم این تقدیم به شما. دست شما. مخلصم. متشکرم. یکی از بچه‌هایی که مهمان امشب اینجا. کوشی شما کجایی؟ شما این یه هدیه با نمک آورده. نگاه کن با نمد. درست میگم با نمد. یه کیف دستی خندوانه درست کرده. خیلی هم خوشگله. با نمد نگاه کن.
اون هدیهاتونو به نظرم بذارین این تو. بله. و من آخر سر هم چی میگی؟ جان؟ نه بشین بشین. گفتم با نمد لباس بباف دستتو بذار تو دست. جان چی شده؟ هیچی. اینقدر نمیدونی چی شده؟ ایران فدای نام تو نهار با نمد نگاه کن و دست تو بذار. امیر جان بعد لبخند بزنی. 15 سنی به تماشاچی توی خونه. آماده ای؟ کدوم دوربین آقا؟ همین دوربین. 4. آماده؟ 1. براش پشماریم از 15 بیاریم. 1، 2، 3. 15، 14، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2. امیر جان یه قولی هم باید بهمون بدی. جان جان امیر امیر جان یه قولی هم باید میگم امیر جان چرا میگی جان؟ میدونم جان حرف زشتی مگه میزنم؟ نه انگار من دارم تو رو صدا میکنم، حواس منو پرت میکنی. میدونم اینه، میدونم امیر جان. جان میدونم دیگه. خب کارتو بکن عزیز من. چی؟ میدونم، میگم کارتو بکن. میدونم. خب حواسم پرت میشه. چه حواس میگه امیر جان؟ جان این چه حواس پرتی داره عزیز دلم؟ وقتی میگم امیر جان روم این وره، تو میگی جان، حواسم پرت میشه میام این وره. باشه باشه. امیر جان تو دلم گفتم دیگه. چی کار تو دلت نگفتی، بلند گفتی عزیز من. بفرما بفرما امیر جان. جان جانم یه قولم باید بهمون بدی. چه قولی؟ حواسون پرت شد. ببخش. یه قولی باید بدی بهمون. در خدمتم. که بیرون از اینجا یه کاری بکنی که یک نفر تا چند نفر خوشحال شن. من هم میتونم چیزی بگم؟ بله. ما یه سری کارهای شروع کردیم برای مردم نجیب سیستان و بلوچستان. دمتون گرم. با آقای بیازارینا یک محموله 1100 تایی بسته برای یک ماه اغذیه فرستادیم. برای عید قربان هم با کمک‌های مردمی تماما 100% بدون اینکه یک ریال خودمون بذاریم. 110 رأس گوسفند به نیت مولا علی براشون فرستادیم که تو مناطق محروم پخش بشه. ایشالله یه قولم اینجا میدیم که سری بعد دوباره با کمک‌های مردمی و کمک‌های که خودمون حد در حد توان یه کمک دیگه به مردم سیستان بلوچستان بکنیم. دمت گرم. دمت گرم. امیر عزیزم هدیه بسیار عزیز دلمون رو میخوام تقدیمت بکنم. این برای ما خیلی ارزشمنده. این پیش همه آدم هایی که ما خیلی دوستشون داشتیم دعوتشون کردیم، باعث افتخار تشریف آوردن و برای مردم هم خیلی عزیزن. به شما هم تقدیم میکنم. دست شما در شکرم. نکته مونده بخوای بگی؟ یه سلفی هم با ستایی با جناب خانم. بله موبایل پیشته؟ نه متاسفم. موبایل امیر بیرونه پیش شما سای شاه حسینی؟ رامبو جان. بله آقا. قربونه ببخشید. تا موبایل آماده میشه میشه یه امضام بهم بدن امیر جان؟ بله رو همین کاغذ. نه نه یه چیز خودم آوردم برای خودم باشه. باشه. بله ببخشید. امیر برو اونجا بشین پیش. یک لحظه اجازه. قربونت برم امیر جان اگه بشه این قفص برای ما امضا کن. تو بشین اونجا. این چیه؟ قفص. عزیز من قفص پرنده سین. میدونم خوشیه. خب امیر تو قفص پرنده مبارزه نمی کنه که. میدونم اون کیج قفص یه چیز بزرگ. دیگه ما اندازه وسط خودم یه قفصی تهیه کردم. اون کیجه که دیگه مال آقازاده هاست. اونی که ما نمیتونیم تهیه کنیم. حالا با اجازه هستید نبوسش کنم. آره حتما بیا بوس کنم. یا خدایا کمک، خدایا کمک. اومد برات امیر کوکا به چی سرابی؟ بله ترکی؟ بله ای ماشاءالله. Oynayan balam oynay, dedem vay, balam vay, balam vay.
بی هوو هوو دارم هوو دل بیقرارم هوو روزی که هوو نداشتم که روزگاری داشتم تیش گرفتم تیش گرفتم تیش گرفتم و تیش گرفتم این دل که آتیش گرفته تیش گرفته آی تیش گرفته خونم از نگاه کن و دست و بذار تو جان بود مسلط باش به خودت به خوندنات به آوازهات به انتخابات امیر جان قربونه میشه یه لحظه این ماجی که تو بازوت فرو کنم اونم چجوریه نکن ور نرو باش ببین یه لحظه گوش کن سی سنگ وجود ماشاءالله ببین میشه یکی با موش بزنم تو بازوت اونم چجوریه آقا ببین یکی بزن حق بزن آقا چی؟ انگوشتون درد گرفت چی؟ جان جان عزیزم نکن جان نکن رامبوت یکی میشه با پیشونم بزنم تو دماغ تو؟ بابا نه نمیشه؟ نه باشه باشه لطفا نکن خب این واقعا این قفسو میخوای برات امضا کنی؟ اگه لطف کنن دیگه کجاشو امضا کنه؟ آره عکس یه بار دیگه عکس بگیر باش جناب خان جان جان دارم جان بول نخور نه بول نمی دمت گرم سلام نوکرت خیلی ممنونم از امیر علی اکبری قهرمان خداحافظی میکنیم دمت گرم شاکرتون خداحافظ از هر بار دوست داری برو ما خیلی دوست داریم رامبوت فیلم هندی دوست داری؟ تا چی باشی؟ دفداس دیدی؟ چی رو؟ دفداس دیشب دیدمش رامبوت شاروخ خان بازی میکنه خوب بود؟ شوار یا رای و مادوری خدا اینقدر گریه کردم جدن دارم این مپاس جدی میگی؟ جدن دارم برو ببین خیلی دفداسه رفته تو خونم ولم نمی کنه رام بود از دیگه رام بود تو گوشم اینقدر حرف نزن خرید گوشم ها این بالای گوشه یه دونه مو در اومده بکنم کجاش این بالاش بکنم برات اینجا آره آره با چی میخوای بکنی با دندون با چی بکنم ول کن آقا با پا بکنم یعنی چی با انگشتای پا آره نه من میشم چیزی با کمرم بکنم با کمر چجوری میخوای یه کار جدید مردم عزیز ایران جان. ما شما رو خیلی دوست داریم شما خیلی عزیزی خدا شما رو خیلی حفظ کنه دو نفر اینجا جایزه بردن که با جناب خان عکس بندازن خوش به حالتون خیلی خدایا کیه یعنی کی میتونه باشه کیه؟ دو نفرن بگین کیا بودن کیا بودن علیرضا یکی علیرضا این بغله دیگری شما اسمه علی هم اونجاست خداحافظی کردیم بعد بینش باشه 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 براتون آرزو میکنیم دعا میکنیم که در کنار خانوادتون باشید در امنیت باشید خانوادتون خودتون و سلامت باشید راضی باشید پر روزی باشید و واقعا از ته دل هر شب که هستیم دعا میکنیم که همه مریض از بستر بیماری بلند شن واقعا هیچ خانواده‌ای توش مریض نمیشه که سلامتی از همش مهمتره صدا چجوری اکو میشه؟ جان صدا چجوری اکو شد؟ یه تیکه بچه توش میخون اینو میگو تو چجوری صدا تو اینجوری میکنی؟
صدای توئه؟ جان؟ صدای توئه؟ بله بله فنان. آخه تو صدا به این کلوفتی چه جوری؟ میگم خب میگم دوداس دیدم اینجوری شده. بگو. قشنگه؟ عجیب نیست صداش اینقدر نازک میشه؟ و گفتم و دوستدار و مادر بشون برای همین هاست بگیران مادرش بگو وای من باورم نمیشه جان انگار یکی دیگه هست هستم میدونم میدونم مادر بریم رامبورد بله لگد میزنه چند روز لگدش احساس میکنه آقا تو چهار توهمی میدونم